با سلام خدمت رفقای گلم، بچه های عزیز. خب بریم که امروز با همدیگه ادامه محله داشته باشیم. اولا که بچه ها حضور غیاب سری بزنید، اسما فقط یه سلام، چرت و پرت اینجا ننویسید آقا سلام، خوبی، چطوری، کجا رفتی، امروز کجا میری، آلبومو گوش دادی یا نه. یه سلام من اسما رو داشته باشم. پارسا، محمد رضا، مسیحا، من کسایی که اینجا اسما یادمه، کسی نباشه همون داستانی که گفتم، اسما رو دارم میبینم. ایلیا، دانیال، یه سلام. بسیار عالی. کوانتورابی، ارشیا، خیلی عالی. بنویسید من باید اینجا به همون اندازه‌ای که کاربره اینجا سلام دریافت کنم، سلام دریافت نکنم کلاس شروع نمیشه. پرسش هم داریم این جلسه، خفن. پارسا، بسیار عالی. خب تاها، فربود، بودو آقا، بودو آنلاین شو. ببین 1% از شانست، 1% اینجا آنلاین گذاشته باشی، داری میری کار دیگه ای انجام بدی، 1%، این دارم میگم 1%، اینجا آنلاین باشی بری کار دیگه انجام بدی، من بخوام بپرسم اسمت نباشه دیگه، اون موقع کارم منو با شما دیگه. مبحثم فوق العاده مهمه، مبحثی که باز دارم به جرئت میگم درس دادنشو بلد نیستن، اصلا درس دادنش سخته، مبحثی که باید تو آزمایشگاه کار شده باشه حداقل روش. خوب گوش کنید بچه ها، سوال دارید بپرسید، انشالله امروز اخش اعظمش تموم میشه، یه سری خورده پاشونه که تو جمعه و جلسه بعدی تمامش میکنیم و بعد میریم سر وقت چی تستنی و داستانه که وجود داره. من حتی قسمت های حفظی هم که مهمه با سرفیس براتون فیلم میگیرم، اونجا رو هم براتون میفرستم. ولی من سال دیگه زنده، چون سال دیگه تابستون هر موقع من شما رو دیدم پایه دهم، یازدهم، ببین دارم تاکید میکنم پایه دهم، یازدهم، این جزوه باید کامل باشه، نباشه من میدونم و شما سر کلاس راه نمیدم. آقا سر کلاسم راه نمیدم، پس خیلی دقیق گوش کن. یه موضوع دیگه هم بدم، خیلی بچه ها در مورد جزوه پلاس پرسیده، آقای والایی موضوع جزوه پلاس چیه؟ شما الان دهمید، نمیدونید داستان درس دادن ما چجوریه. این جزوه که از اول سال با هم کار کردیم، من بهش میگم جزوه دستگرمی، این دستگرمیه کاره. روی این جزوه ما یه جزوه پلاس داریم که به شما داده میشه. جزوه پلاس داستانش چیه؟ انشالله سال بعدی حالا متوجه میشید داستانش چیه. یه ده گفتم آقای والایی بفرستید ما حل کنیم. خب یه بفرستم که مزهش میپره واسه سال بعد و اینا. اوکی؟ یعنی من برنامه ریزیم اینه که اگر که حتی شما سال بعد رفتید، این موضوعات ما میتونیم تو پلاس هم ما هم کار کنیم. این جزء دستگرمی معلوله، که دستگرمی معلول اینجا مینویسم امضا میکنم، یه سری مثالاش اصلا اینجا نیدید هر نیست. پس خواهشاً دقیق گوش کن، دقیق یاد بگیر دستگرمی رو، که دستگرمی خودش کنکور قلمچی هم ساپورت میکنه، قلمچی کنکورت ساپورته، پلاس دیگه واسه یکی دو پله بالاتره دیگه، ما میخوایم دیگه هرچی دادن حل کنیم. اوکی بریم امروز کارمون مهمه، درس جرمی رو میخوام تموم کنم برم سر وقت چی پی پی ام. خب آقا سوال میخوام بپرسم. سوال اول، میگم درس جرمی 20%، آماده باش تایپ میخوام، میگم درس جرمی 20%، یعنی هر چند تا محلول 20 تا، بدو بنویس، بدو ببینم ها، یعنی هر چند تا محلول، آفرین. حالا یعنی هر چند تا حلال 20 تا، درصد جرمی 20% باشه، حلالو بهم بگو، درصد جرمی 20% چند گرم حلال 20 تا حل شونده، حلالو بنویس، بدو تایپ 80، باری کلا. خب آقا این شد دوره جلسه قبل، بریم با هم این مثالو حل کنیم. گفته چند مول کلسیم برومید، اول فرمول کلسیم برومید رو بعد من بنویسم، میشه CaBr2 به 160 گرم محلول 40% جرمیش اضافه بکنم. قدم اول رو برداریم، بیاییم معلوم کنیم این 160 گرم 40% جرمی محلول چند گرمش حل شونده است. خب معلول 40% جرمیه، میام مینویسم هر 100 گرم محلول چقدر حل شونده؟ 40 تا حل شونده. خب چند گرم اینجا معلول داریم؟ 160 تا. اینجا میگم هر 160 تا
چقدر؟ جوابم میشه 160 ضرب در 40 تقسیم بر چند؟ 100. درسته؟ پس ببین 160 گرم 40% جرمی، میگم 100 تا محلول 40 تا داره. حالا 160 تا محلول چقدر داره؟ 160 ضرب در 40 تقسیم بر 16 4 تا میشه چقدر بچه‌ها؟ 64 تا. تا اینجاش قبوله؟ خب بریم ادامه داستان، بریم ادامه داستان. من آباخ آقا میگه که چند مول کلسیوم برومید به این 100 تا اضافه کنم درصد جرمی نهایی بشه چند درصد؟ 60%. یعنی ما یه لیوان داریم، اینجا رو گوش کن، ما یه لیوان داریم الان، این لیوان من کلن الان 160 گرمه. چرا؟ جرم کل محلول تو لیوانه. از این 160 گرم من میدونم 64 تاش حل شونده است. حالا میگه این به اضافه چقدر حل شونده بشه؟ نمیدونیم این حل شونده اینجا چقدره. درصد جرمی نهایی این لیوانه بشه چقدر؟ 60%. یعنی درصد جرمی نهایی 60%، یعنی که توی هر 100 تا محلول من تو این لیوان جدیده باید 60 تا حل شونده باشه. درسته؟ یه نسبت درصد جرمی نهایی 60 تا، یعنی هر 100 تا محلول 60 تا حل شونده. خب آقای بالایی ما الان نسبت بعدی رو چی بنویسیم؟ نسبت بعدی این زیر باید محلول باشه، این زیرم چی؟ حل شونده. من میگم فرض میکنم، گوش کن اینجا رو، x گرم حل شونده دارم اضافه، x گرم حل شونده دارم اضافه میکنم. اول این ظرفه چقدر تا محلول داشت؟ 160 تا. پس میگم x به اضافه 160 تا محلول. میگید یعنی چی؟ میگم ظرف جدیدم یه مقدار حل شونده بهش اضافه شده که x 160 تا هم خودش محلول بوده. پس الان جرم محلول کلی من میشه 160 به اضافه چی؟ x. خب x به اضافه 160 باید چند تا حل شونده داشته باشه؟ x به اضافه 160 چند تا حل شونده داشته باشه؟ بگو. یه 64 تا اینجا، یه x هم که خودم اضافه کردم دیگه، یه x رو خودم با نمک پاش حل شونده ریختم. آقای بالایی چرا x به اضافه 160؟ یه بار دیگه گوش کن، اول ظرفم 160 گرم بوده محلولاش، خب با نمکدون اومدم x خودم اضافه کردم، x به اضافه 160 میشه محلولم. اوکی. خب اینجا حل شوندم رو میخوایم بگیم، میام میگم x به اضافه 160 که محلول منه یه 64 تا داشته. 64 کجا اومد؟ این 160 گرمه 40% جرمی بود، حساب کردم حل شوندهش پیدا شد. 64 تا این داره، x تا هم که من با نمک پاش اضافه کردم. خب بریم سر وقت محاسبه این. آقا محاسبهشو گیجبازی در نیار، با دقت گوش کن محاسبهشو چی میگم، گیجبازی در نیارا. اینجا رو خط بکشم، اینجا می نویسم محاسبه، محاسبه یه طرف این وسطه این باید بکنی، 100 ضرب در 64 میشه. این قاقا نه یا 100 و هم ضرب در 64 کن هم ضرب در ایکس، اینجوری بنویس. من رو نها کن، اول بنویس 100 یه پرانتز باز کن ضرب، اینجا 64 به اضافه ایکس مساوی باید بشه با 60 ضرب در اینا، 60 ضرب در ایکس به اضافه 160. باز میگه آقا بله این که فرق نکرد، چرا به ما میگی قاق؟ اولا که قاق یه پرنده است، یاد قاطی نکن. ببین اینجا رو ببین، اینو به خاطر این گفتم که این صفره رو با این صفره بزنی، این به دو میشه چند؟ 3. این به دو میشه چند؟ 5. بعد بیا ضرب و تقسیم انجام بده، 5 ضرب در 64 به اضافه x میشه 5x به اضافه 320 مساویس با 3x به اضافه 480. از اینجا x رو حساب کنید میشه چند گرم؟ از اینجا x 5x منهای 3x یه 2x میمونه مساویس با 480 منهای 320 میشه 160. آقا x میشه 80. حالا شما تو جزوهتون تمیزتر میتونید بنویسید،
نزنی 80، اصلا 80 تو گزینه نداریم. 80 گرمه، 80 گرمه. گفته چند چل، چند مول سیابیاردو کلسیوم 40، بروم 80. 40 به اضافه 80 تا 2 میشه 200. خوش اینجا 200 داده. 80 تقسیم بر 200 میشه چقدر؟ به 4، 2 به 4 5، 2 پنجم 4 نهم مول گزینه 2. درسته؟ آفرین اونایی که زدن، باریکلا، آفرین. آقا سوال، 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 سوال داری الان از این؟ بپرس سوالتو، همین الان بپرس تا بعدی نرفتیم. بدو، بدو سوال. اونایی که اینو حل کردن برن بعدی. یادمه بعدی رو جلسه پیش حل کرده بودم ها، بعدی رو یادمه حل کرده بودم ها. جواب بعدی رو بگی ببینم. بعدی میشه چقدر؟ آفرین 58، عالیه. استاد اون محاسبات آخرش رو نفهمیدم. وای علیرضا عزیز، تو با این محاسبات ما رو کشتی. نگاه کن طرف این وسطه این کردم، 100 ضرب شد تو x به اضافه 64، درسته؟ اینجا رو ببین، اینجا تمیزتر، این 100 ضرب شد x به اضافه 64، 60 هم ضرب شد تو x به اضافه 160. صفر اینو با صفر این زدم به 2 شد 3 به 2 شد چند؟ 5. حالا 5 تو دوتا اینا ضرب شد، شد 5 تا 64 تا 120 به اضافه 5x، 3x به اضافه 480. 5x 3x رو بردم اونور، میبینی؟ بردم اونور 5x منای 3x 2x، 480 منای چی؟ 320 شد 160. x هم شد چقدر؟ 80 تا. خب 80 گرم هم بود، تقسیم به جرم مولی کردم، جواب هم چی شد؟ حساب شد. آقا بریم بعدی. بعدی هم که 58% حل کردیم جلسه پیش، باری کلا اونایی که الان هم جوابشو به من گفتن. معادله انعدام پذیری رو نمیخوام فعلا شروع کنم. گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن. یه سوال میخوام بدم امتیازی خفن. حالا امتیازش هم بعد اینکه سوالو گفتم براتون میگم. گوش کن، الان میخوام براتون بنویسم. یادداشت کن آقا، سوالو بنویس. دست به قلم شو. دست به قلم شو، سوالو بنویس. اینم کی اول جواب میده؟ ببین اول جواب دادن شرطه. بدو بنویس، بدو، بدو، بدو. مربوط به انحلال پذیری هم است، مربوط به انحلال پذیریه. خب بنویسید که مقداری محلول، مقداری محلول سیر شده x، مقداری محلول سیر شده x در دمای 90 را، مقداری محلول سیر شده x در دمای 90 را تا 60 سرد میکنی. بذار صفحه سفید بگیرم، بذار صفحه سفید بگیرم که اطلاعات سوال رو بنویسم، خودم اینجا چیز نشم. پس گفته مقداری محلول رو از دمای 90، مقداری محلول رو از دمای چند؟ از دمای 90، 90 درجه سانتیگراد تا دمای 60 سرد میکنیم. این دمای 90 درجه، این دمای 90، اینم دمای 60. خب اگر جرم محلول، اگر جرم محلول، بنویس بدو، چت نکن بابا، چت نکن با رفیقت، بنویس. اگر جرم معلول، چت منظورم این تو نیستا، من که میدونم اون بر تلگرام یا واتساپ یا اینستا رو بازگذاشی میای دوزدکی چتم میکنی، نکن، گوش مهمه. خب اگر جرم محلول 90 گرم کاهش یابد، اگر جرم محلول 90 گرم کاهش یابد در محلول اولیه، چند گرم آب وجود دارد؟ پس اگر جرم محلول 90 گرم کاهش یابد در محلول اولیه چند گرم آب وجود دارد؟ انحلال پذیری تو دمای 90 70 گرمه، خود سوال گفته، دمای 60 هم 40 گرمه. انحلال پذیری تو دمای 90 70،
تو دمای 60 40. اینو یادم یه معلم یه بار اومد پرسید ازم، قشنگ یادمه اون زمانی که حالا اوایل کار بودم و المپیاد اینا درس میدادم، یادمه قشنگ این سوالو. اینقدرم حل بیشتر نره، ببینم کی حل میکنه بچهای کلاس. یه بار دیگه از اول میگم الان 90 ببخشید مقداری محلول سیر شده پتاسیم دیکروماتو یا محلول آ، مقداری محلول آ را از دمای 90 تا 60 سرد میکنه. جرم محلول 90 گرم کاهش پیدا میکنه. در محلول اولیه چقدر آب وجود داره؟ یه مقداری محلوله که نمیدونم چقدر، محلول را از دمای 90 تا 60 سرد میکنه. جرم محلول 90 گرم کاهش پیدا میکنه. حالا میخواد بدونه اون محلول اولیه چقدر آب داره. 300 ایلیا. آقا ایلیا عشقی پسر، باری کلا، عالیه عالیه. آقا تست المپیاچیمی سال 92 بودا، گوش کن، عالی ایلیا. ایلیا یه مثبت خفن داری، یه مثبت خفن، زیاد مثبت داشی سر کلاس، یکی خفن ترشو داری. آقا یه نفر دیگه حل کرد، بریم سر وقت حلش. وقتی که طراح میگه، منو گوش کن، گوش با من، این با من، وقتی طراح میگه 90 گرم کاهش جرم، 90 گرم کاهش جرم یعنی چی؟ یعنی رسوب، یعنی 90 گرمش رسوب کرده. خب پس من اینجا می نویسم نمیدونم چقدر آب بوده، نمیدونم چقدر آب بوده که سردش کردم 90 گرمش چی شده؟ رسوب شده. خب من رسوب بهتون یاد دادم، از هفته از این دما به اون دما چقدر میشه رسوبمون؟ 70 منهای 40 میشه چقدر؟ 30 گرم. خب 30 گرم به ازای چند تا آب؟ آفرین، انحلال پذیری نسبت به ما میده، یعنی اگه 100 تا آب و من سرد بکنم به هم چقدر رسوب میده؟ تفاوت 70 و 40 یعنی چقدر؟ 30 تا. آقای بالایی چرا ننوشید 170 تا رو سرد بکنم به ما 30 تا رسوب میده؟ 170 تا محلوله، محلول ما که کاری نداریم، ما آب و کار داریم، آب، واتر، H2O. خب میام مینویسم 100 ضرب در 90 تقسیم بر 30 میشه چقدر؟ 300. باری کلا ایلیا، اینم از این، باری کلا عالی تاها، باری کلا همه بچه‌هایی که جواب گذاشتن، آفرین، خیلی خوبه. سوال سخت بودا، به خدا من منتظرم کلاس حضوریاتون شروع شه رنده کنیم یه سری سوالا رو با هم. یعنی من یه جزوه استوکیومتری جدا نوشته بودم ویژه که با هم حل بکنیم، متاسفانه توی آنلاین ها زمان نمیشه. یعنی من فقط باید درسمو بگم، انشالله هر موقع، ببین من دارم به شما الان این قول از جانب خودم میدم، هر موقع مدرسات باز شدش شما باید اینا رو بلد باشید پشوانا، من چون اونجا میخوام یه تستای سخت‌تر رو خفن‌تر بزنم. هر زمان باز شدش من شده هفته 5 ساعتم بیام مدرسه اوکی میکنم اینو که تمام این مطالب و ترکیب با 11 که میخوایم وارد پای 11 بشیم و رنده کنیم بریم جلو. اوکی شما الان اینا رو خوب یاد فقط بگیرید، نگرانی هم نداشته باشید، آقا درستون هم این امروز 80 درصدش تمام میشه. خب بریم ادامه جزوه، بریم ادامه جزوه. این تسم که آقا ایلیا نمرشو گرفتا، ایلیا گرفت چون اول همه بود. اینجا بحثم واسه من نکنید. معادله انحلال پذیری چیه؟ گوش کن به من، گوش کن، معادله انحلال پذیری چیه؟ ریاضی قطعا خوندین، تو ریاضی معادله خط میخواستید بنویسید، یه نمودار داشتید شما، نمودار ایگرگ بر حسب چی؟ بر حسب ایکس، یه نمودار خطی. اگر برای کی معادله انحلال پذیری؟ برای اونایی که خطی انحلال پذیریشون. بچه اگه شکلای کتابو نکنید، بعضیا سهمیه، ما با سهمیا کاری نداریم، خطیا. این ایگرگ میشه چی؟ میشه اس یا همون انحلال پذیری، ایکس هم میشه دما دیگه. یادتونه براتون نمودار میکشیدم میگفتم نمودار انحلال پذیری بر حسب دما؟ انحلال پذیری رو با اس نشون میدن، دما رو با تتا نشون میدن. عین معادله خط ما مینویسیم ایگرگ مساوی است با ایکس به اضافه بی، ایگرگ مساوی است با آیکس به اضافه بی، این به جای ایگرگ میشه اس، آ میشه همون آشیب ما، تتا هم که تتای همون ایکس ماه،
بیام که عرض از مبدا ماه دیگه. درسته؟ آقا حوصله نداریم ما راه سخت بریم. فکر کنم تو ریاضی خوندید که معادله خط رو بخواید به روش سریع بنویسه چیری می‌نویسید؟ همین جوری. اس منای اس 1 اس 2 منای اس 1 تتا منای تتا 1 تتا 2 منای تتا 1. ریاضیشو بخوام بنویسم ایگرگ منای ایگرگ 1 بر روی ایگرگ 2 منای ایگرگ 1 مساوی است با ایکس منای ایکس 1 ایکس 2 منای ایکس 1. آقا ما نمیفهمین اصلا چیری به کار میره. این سوال 17 رو گوش کن قشنگ الان متوجه میشی. آقا میگه انحلال پذیری یه نمک تو دما 0 و 10. پس بچه‌ها این تتا 1 هم 10، تتا چندم؟ تتا 2 هم 72 میشه اس 1 هم 82 میشه چیه من؟ بگو اس 2 من تتا 1 هم تتا 2 اس 1 اس 2. خیلی ساده الان میخوایم معادله شو بنویسیم. گوش کن میشه اس منهای اس 1 طبق روابطه و فرمول اس منهای اس 1 مینویسم اس منهای اس 1 اس 1 هم چقدره؟ 72 تقسیم بره. گوش کن گوش کن اینجا رو گوش نکنی نمیفهمی ها. اس 2 منهای اس 1 80 منهای 72 میشه چند؟ 8 مساوی است با تتا منهای تتا 1 تتا منهای 0 تتا 2 منهای تتا 1 10 منهای 0 چند؟ 10. خب آقا این به 2 ساده بشه میشه 4، این به 2 ساده بشه میشود چند؟ 5 بچه های گل. طرفین وسطین، طرفین وسطینش میشه چی؟ میشه 5 اس به اضافه ببخشید منهای. گوش کن اینجا رو باش 5 اس منهای 5 تا 72 تا 5 دو تا میشه 10، 5 هفته میشه 35، 360 منهای 360 طرف این وسط این دارم میکنم. پنج سه منهای پنج تا هفته دوتا میشه چی؟ چهار تا تتا. خب معادله باید چه شکلی باشه؟ اس یه طرف باشه، اس یه طرف باشه، اینجا اینجا رو ببین اینجا 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 اس یه طرف آ تتا به اضافه بی طرف، یعنی 360 باید بره اونور. من مینویسم پنج اس مساویس با چهار تتا به اضافه 360. قدم آخر چه میکنیم؟ دو طرف معادله رو تقسیم بر چند میکنیم؟ چند؟ چند؟ بنویس دو طرف معادله تقسیم بر چند؟ بنویس تو چت. بودو بودو دارم نگاه میکنم. دو طرف معادله تقسیم بر چند؟ آفرین آرمین تموم شد. دو نفر گفتم باریکلا عالی عالی. دو طرف معادله تقسیم به پنج، به پنج، 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 یعنی معادله میشه الان اس مساویس با چار پنجم تتا یا چار تتا پنجم به اضافه 360 تقسیم بر پنجم میشه 72. تمام. آقای بالایی سوال جانم، آقای بالایی الان اصلا این به چه درد ما میخوره؟ این میدونی به چه دردت میخوره؟ تو مثل تابه میمونه، به تتا عدد بدی بده انحلال پذیری میده، به تتا صفر بده انحلال پذیریت میشه 72، به تتا کوفت بده انحلال پذیریت میشه 4 کوف پنجم به اضافه چند؟ 72. یعنی به تتا هر چی بدی به چی میده؟ انحلال پذیری میده. انحلال پذیری چی بود؟ بیشترین مقدار ماده حل شونده در چی؟ 100 گرم آب. با تو هم این هم از خب آقا بریم تست بعدی. تست بعدی تست بعدی تست بعدی. آقا اینو ببینم کی به دست میاره. عدد بگو بهم. عدد عدد عدد. آقا یه عده میگم 5، 5 نداریم ما اصلا. 57 ممر رضا، 57 ممر رضا تو گزینه ها نداریم. تست 18 رو دارم میگم ستون. تست 18، تست 18 عدد 75. عدد بگید باز سل کن. بدو 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 75 90 80. گزینه 4 باز 75 90 90 90 4. بدو 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 امیر رضا منتظرم. امیر رضا چند به دست آورده؟ امیر رضا، عارف، ایلیا. بدو 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 دو قلوها، پارسا، یاشار. بدو عدد
امیر رضا میگه 75 90 90 خب بریم حل کنیم دیگه. الان گوش کن، یه الان دستتو از تایپ بردار، گوش کن. میگه انحلال پذیریه. یه نکته هم بهتون میخوام اینجا تو این سوال بگم، خفن، یعنی بهتون بگم خیلی خفن. ندیدی تو هیچ کتاب تستی، هیچ جایی ندیدی این نکته که میخوام تو این سوال بهتون بگم. میگه انحلال پذیری نمک آ تو دمای 50 و 64 180. خب آقا اینکه عمه منم میدونه، تتا 1 تتا 2 S1 S2 اینا رو داریم. میگه در چه دمای انحلال پذیری 140. سوال اول، یه سری بچه‌ها به من میگن آقا بالا چرا عمت کنکور نمیده انقدر میگه هر چی میشه عمه منم میدونه. خب بچه برای کنکور باید دیپلم داشته باشه، بعد عمه من دیپلم هنوز نداره، بنابراین خب کنکور اینا نمیتونه بده. اوکی، این سوال اون دسته بچه‌ای که میگفتن چرا عمت نمیره کنکور بده بجا. اوکی گوش کن. خب گفته نمک آ هم انحلال پذیری چیه؟ خطیه. آقا اول معادله رو بیا بنویسیم. معادله میشه اس منای اس 1 اس هیچ اس منای اس 1 اس 1 میشه 100 تقسیم بر اس 2 منای اس 1 180 منای 100 80 مساوی است با تتا منای تتا 1. گیر کردیم. خب تتا شبیه داستان شد. چرا؟ خب تتا منای تتا 1، خب این تتا منای تتا 1، تتا 1 تون چقدره؟ 50. تتا 2 منای تتا 1 64 منای 50 میشه چند؟ 64 منای 50 4 1 میشه چقدر؟ 14. اینم از خب بریم اینو حساب کنیم، معادله رو حساب کنیم. اول شوفاژ ها و پرده ها رفتن معادله رو نوشتن طرف این وسط این کردن. پرده شوفاژ نکن. چرا آقای بالایی مگه معادله رو نمیاد به دست بیاریم؟ بابا این همون معادله است دیگه، این همونه. الکی چرا خودتو اذیت میکنی دوست من؟ ستون میگه انحلال پذیری چند بشه؟ 140. خب به جای اس بذار 140 دیگه. تمام. 140 منای 100 میشه چقدر؟ 40 تقسیم بر چند؟ 80 مساوی است با تتا منای 50. همون تتا منای 50 بنویس. این یکی هم پایین 14. 0 0 به 4 1 به 4 میشه 2 به 2 1 به 2 میشه 7. درسته؟ 7 میشه تتا منهای 50. تتا میشه چقدر؟ 57. آقا احتمالاً این گزینه چی بوده بچه ها؟ این گزینه 57 بوده ها. اوکی؟ احتمالاً این گزینه 57 بوده بچه ها. حالا یه بار دیگه منم بررسیش میکنم باز. الان کسی اگه صحبتی داره در مورد محاسباتش بگه. الان کسی اگه در مورد محاسباتش سرعت داره بگه، سوال داره بگه. ببینید 140 که منای 100 میشه چقدر؟ میشه 40. اینم 80 به 40 میشه 1 به 40 میشه 2 به 2 میشه 1 به 2 میشه 7. 7 میشه تتا منای 50. تتا میشه چقدر بچه‌ها؟ 57 میشه. این گزینه 4ش باید 57 باشه. آره درسته 57. باری کلا. حله؟ آقا همگی ریستارت کردید. همه عده 57 85. و حل کن. حالا اون نکته رو گوش کن. اون نکته خفنه. ممرزا آره من یادم ممرزا اول گفت ممرزا تو عشقی. من از جلسه اول که تو رو دیدم، همون جلسه اول گفتم آقا تو واقعا با استعدادی. باری کلا نه یادم اومد ممرزا اول گفته بود. بریم این بر. آقا اون نکته خفنه رو میخوام بگم بچه ها عزیزان دل. بچه ها بعضی موقع ها کی میتونه اینو برام توضیح بده؟ اینو توضیح بده. ببین الان میخوام اینو بگم، تو چت بنویسه توضیح بده. یه معادله انحلال پذیری بهتون میده، مثلا برای یه نمکی، نمک اول، درسته؟ آقا این نکته خیلی خفنه. برای معادله اول یه معادله انحلال پذیری بهتون میده،
مثلا میشه دو تتای منای 20 مثلا. یه نمک دیگه میده، این نمک A مثلا، این نمک B. معادله انحلال پذیریش مثلا از چه میدونم؟ سه تتای به اضافه مثلا چه میدونم؟ 40. درسته؟ بچه ها بعد میگه که در کدام دما انحلال پذیری ها با هم برابر میشه؟ چی کار باید بکنم؟ در کدام دما انحلال پذیری ها با هم برابر میشه؟ چی کار کنم؟ آفرین آرمین، باری کلا، کمیمیم نه، باید مساوی بذاریم، باری کلا. آقا اونی که الان به جای دانیال یگانه علکی وارد شده داره چرت و پرت مینویسه، جدی اما همین الان خودش بره کارشو درست کنه بدون اینکه من به اپراتور بگم، بچه نیستید. خب باری کلا مساوی. بچه ها نمودار خطی به شما میدن، جایی که دوتا نمودار با هم برخورد میکنه تساوی دو انحلال پذیریه. یعنی شما میگید دو تتای منای 20 مثلا مساوی میشود با سه تتای به اضافه 40. درسته؟ به عنوان مثال تتا میشه چی؟ مثلا منفی 60. شروور عدداشو، عددا شروره، ولی به عنوان نکته بنویسید. اگر در سوالی گفت در چه دمایی انحلال پذیریه، در چه دمایی انحلال پذیریه، در چه دمایی انحلال پذیریه آن دو برابر است، یه درگیر حاشیه نشید. خودش انقدر بزرگ است که اینو بدونه در برابر شود. پس اگر سوال گفتش که در چه دمایی انحلال پذیری برابر میشه، دوتا معادله رو چیکار میکنید؟ برابر. بعد دما رو چیکار میکنید؟ به دست میارید. خیلی مهمه ها، حواستون رو جمع کنید. اینو تا حالا سوال نبوده جایی ها، بیاد یه سوال جدید خوشگله قشنگ. خب بریم ادامه. آقا میاریم پایین. اینو 19 رو عدد بهم بگید. 19 رو قبلا براتون حل کردم ها، مثلش رو حل کردم. 19 عدد، عدد تایپ کن، عدد تایپ کن. 25، 2000، رضا 2000، لامصب 2000، جنگ مگه؟ 25 25، بدو عدد عدد عدد. پارسا میبینم اینایی که دارن جواب میدن ها، میبینم اینا رو. این بچه ها گذر ما به هم میخوره، خیلی قراره با هم کار داشته باشیم. ما میبینم عدد دارید مینویسید. خب آقا بریم سر وقت بررسی همین سواله. من رضا چون 2000 نوشته بودش، بهش یه دور توضیح بدم قشنگ. رضا گوش کن، دارای فر ستون اینجا رو ببین. درصد جرمی 20 درصد یعنی چی؟ اسم درصد جرمی رو خودشه، یعنی در صد، یعنی در صد تا محلول. خب منم می نویسم. بعد انحلال پذیری خواسته، انحلال پذیری در چی بود؟ در صد تا حلال. مدلش رو حل کرده بودم. میگم صد تا حلال چقدر جا میده؟ درصد جرمی 20 درصد یعنی صد تا محلول 20 تا داره، یعنی چند تا حلال؟ آفرین، 80 تا حلال 20. پس میشه 20 ضرب در 100 تقسیم بر 80 که میشه 25. آقا یعنی پی پی ام. آقا پی پی ام چیز خفنیه، نه به خدا. بعضی جزوه ها رو میبینم 30 میلیون فرمول ردیف شده نوشته. بابا بی خیال، گوش کن الان به من. پی پی ام اینی که الان دارم پای تخته بهت میگم در همین سادگی. بچه ما الان از اول فصل یه دونه فرمول بهتون گفتم، یه دونه برای رسوب بود که اونم گفتم مهم نیست، یاد نگیرید اصلا. فرمول به دردتون نمیخوره، من چجوری به شما بگم؟ مفاهیم خفن رو با تکنیک باید یاد بگیرید، مثل اینجا که دارم الان بهتون. گوش کن الان، پی پی ام همینه. بیا صفحه سفید، بیا صفحه سفید. او من میبینم خیلی زیادم ها، خیلی زیادم.
پی پی ام 30 صفحه توضیحات بابا بی خیال. پی پی ام اینه، اول فرمولش رو می‌نویسم، گوش کن، n درصد جرمیه، پی پی ام یعنی تو هر میلیون، پر پارش میلیون. چه لهجه مزخرفی گرفتم. اینجا رو گوش کن مستمیست با آقا، فرمولش میشه چی؟ فرمولش میشه گرمه حل شونده به روی چی بچه ها؟ گرمه چهلول محلول ضرب در ده به توان 6. همین اول کار یه خط میزنم روی این، یا یالای فرمول کتابه، نکن فرمول کتابم نمیخوام من اصلا، نمیخوام، من میخوام از این مفهومش رو بفهمی. وقتی سوال میگه در محلول 20 پی پی امه، مفهومش یعنی چی؟ یعنی تو صورت باید 20 باشه، مخرج باید 1,000,000 یا 10^6 باشه که این 1,000,000 با 1,000,000 بره بشه 20 پی پی ام. پس ما وقتی بشه 20 پی پی ام محلول، یعنی در هر 10^6 تا محلول، یا این یا مهمه، میخوام براش توضیح بدم حسابی، یا حلال چه چند گرم حل شونده وجود داره؟ 20 گرم. آوالایی سوال میگم جان، عزیزم جان، آوالایی شما انحلال پذیری گفتی، گفتی انحلال پذیری یعنی بیشتر مقدار ماده حل شده در 100 گرم آب. اوکی خب، انحلال پذیری در 100 گرم آب یعنی که تو 100 تا حلال 20 تا، یا 120 تا معلول 20. میگم آره اینو من گفتم. میگم آوالایی شما درصد جرمی هم اومدی گفتی که تو 100 تا محلول، مثلا بگیم 20% میشه تو 100 تا محلول 20 تا، یا تو 80 تا حلال 20 تا. میگم آره، بر منکرش، بر پدر منکرش لعنت، همه لعنت ها رو بفرست. خب خب آوالا اینو چرا برای حلال ننشی؟ دوتاشو برای هم محلول گفتی هم حلال. بچه ها مورچه چیش باشه که کله پاچش مهم باشه؟ 1,000,000 تا محلوله، 20 تا دونش حل شونده است، حلالش میشه 1,000,000 منای 20. 1,000,000 منای 20 میشه نو، از اینجا تا محمد آباد باید 9 بچینی. پس آقا ما محلول و حلالش رو تقریبا چی در نظر میگیریم؟ یکی. اوکی افتاد الان؟ حله؟ اینم از این، آره کلا اونایی که لعنت و اینا رو فرستادن، منظور همون 1/1,000,000. آره تو میلیون میخواد. رئیسی ستون متینی محمدی، یکیتون حالا دو قلوی شما، همیشه هم قاطیتون میکنم. پس وقتی الان میگم آقا دستا رو چت، الان دستا فعال، اونایی که دست راستشون فعال تره، دست راست، دست چپشون فعال تره، دست چپ، دست راست، دست چپا، آقا میگم محلول 40 پی پی امه، بودو بنویس بینم یعنی چی؟ یعنی چی؟ بنویس محلول 40 پی پی ام یعنی چی؟ بودو بنویس، تایپ کن. 10^6 40 تا، عشقی آرمین، عالی عالی آرمین. بچه های گل تهنشین کلاس، اکیپ علی ابن ابی طالب، بسیار دوستتون دارم، دلم هم واقعا دارم میگم بچه ها، خدایی به خدا انقدر دلم تنگ شده واسه تک تکتون. من کی بود؟ دیشب بود با چند تا بچه ها اومدم به من گفتم ویدیو کال بگیریم صحبت کنیم با هم، با هم صحبت کردیم، هر کی که اوکیه، هر موقع که خواست یه پیام قبلش من بگه صحبتی با هم دیگه بکنیم، حالا آقای قاهری هر کی که هستش بیاریم و با هم یه گپی بزنیم و یه صحبتی هم با هم داشته باشیم. همش که نباید درس باشه بابا، خود منم همش که نمیگم درس باشه. اوکی خب ای والا گفت 40 پی پی ام یعنی توی 10^6 تا محلول یا حلال 40 گرم حل شونده. این از این. پی پی ام یه فرمول دیگه داره آقا، یه نکته دیگه داره فرمول، نه
بچه ها انقدر این محلول های پی پی امی رقیقن، رقتشون خیلی زیاده. فکر کن شما 1,000,000 گرم میاد توش 20 گرم فلان میریزید، خب خیلی رقیقه دیگه، همون مثل آب میشه. پس چگالی محلول های پی پی امی رو اگه سوال بهت نداد چند میذاری؟ 1 چی آقای بالایی؟ گرم بر میلیلیتر. یعنی چی؟ پای تخته رو گوش کن. اگر در سوالات پی پی امی چگالی داده نشد، چگالی چقدره؟ 1 گرم بر میلی لیتر یا 1 کیلوگرم بر لیتر است. آه منظور تو از این نکته نفهمی، منظور از این نکته اینه یه و سوال میاد میگه 2 لیتر آب، مثلا 2 لیتر آب. آها یکی پرسیده مسیا استاد اگه مقدار پی پی ام، اصلا پی پی ام زیاد نمیشه، ته پی پی ام اصلا 200 پی پی امه، تو بگو 2000 پی پی ام. 2000 هم تو 1,000,000 هیچه. اوکی اصلا اگه بخوام مقدار غلظت زیاده بگم با پی پی ام نمیگم، با چی میگم؟ درصد جرمی انحلال پذیری. اوکی این از سوال مسیا. خب آقا میگه 2 لیتر آب، الان بچه ها 2 لیتر آب یعنی چند کیلو آب؟ چگالی 1 کیلو اگرم بر لیتر دیگه، 2 لیتر آب یعنی 2 کیلو آب. 2 کیلو آب، 2 کیلو آب یعنی چند گرم آب؟ 2000 گرم آب. میگه 3 لیتر آب، 3 لیتر آب یعنی چند کیلو؟ طبق چگالی که بهتون گفتم 3 کیلو، 3 لیتر 3 کیلو، 3 کیلو چند گرم؟ 3000 گرم. میگه 2 میلی لیتر، 2 میلی لیتر میاد از این یکی، 1 گرم بر میلی لیتر دیگه، 2 میلی لیتر یعنی چند گرم؟ 2 گرم. سوال نهاری، بریم این سرخت سوالاش تستاشو بزنیم. آقا امشب تا طولانی مدت با همیم، یعنی قشنگ شب نشینی امشب با هم داریم. خب ما اینجا رو پاک کنیم. جلوی وقتی گفته می شود بنویسید، وقتی گفته می شود محلول 20 پی پی ام است، یعنی هر گشنته. ببین تو جمع پسرونه یه نصیحت، تو جمع پسرونه هیچ وقت نگو گشنم، هیچ وقت دیگه، بقیهش رو وارد جزئیات نمیشه. خب آقا وقتی گفته می شود محلول 20 پی پی ام یعنی چی؟ یعنی هر، بنویس، یعنی هر 10 به توان 6، یعنی هر 10 به توان 6، علی قربان زر نزن، یعنی هر 10 به توان 6 گرم محلول، یعنی هر 10 به توان 6 گرم محلول 20 گرم حل شونده دارد، 20 گرم حل شونده دارد. حواست به درس، بس دیگه درس. پس وقتی میگه 20 پی پی ام یعنی چی؟ یعنی در هر 10 به توان 6 گرم محلول یا حلال 20 گرم چی داره؟ چی داره؟ حل شونده داره. خب این از این. آقا تست 20 بزن زر نزن، تست 20 بدو، بدو تست 20، تست 20، تست 20. امیرحسین 200 200، ماشاءالله. اصلا من واقعا دارم میگم، باریکلا آرمان، باریک رادمر گزینه 1 میگه 200، همه ماشاءالله 200 رو زدید دیگه. بابا شما کی هستید؟ بریم تست سوال کنیم. ما میگه 20 میلی گرم یون ام جی وجود داره، بعد پی پی امش رو میخواد. مفهوم پی پی ام گفتم چیه؟ یعنی در هر 1,000,000، اینجا هم مینویسم، میخواد بدونه در هر 10 به توان 6 گرم محلول یا 1,000,000 گرم محلول چقدر حل شونده وجود داره. خب میگه آقا ولی محلول کیه؟ محلول 0.1 کیلوگرم آب دریای دیگه. 0.1 کیلو میشه چقدر؟ ضرب در 1000ش بکنی میشه 100 گرم.
خب اینجا می نویسی میگی زمانی که تو 100 گرمش 20 تاست. آقا این 20 میلیه، میلی رو باید تبدیل کنی به چی؟ میلی. یه بار توی کلاس دیدم گفتم میلی رو باید تبدیل کنی به چی؟ آقا میلی رو باید تبدیل کنی به شیلی. یعنی من همونجا طرف با لگر انداختم بیرون از کلاس که اینقدر بیمزه و تلخ بود جو تیکش. آقا میلی باید تبدیل بشه به گرم، میشه 20 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب یه طرف این وسط این بکنید، ایکستون در میاد چند؟ 200. باری کلا کسایی که 200 زدن، باری کلا، عالی. تست بعدی، بودو تست بعدی، جواب تایپ، جواب تایپ سری، تایپ بودو. رام تیم معرضا، علیرضا امیرحسین 2500، ماشاءالله آرمان آرمان 400، رضا حکمت 2500، رضا دارایی. استاد این فرمول داره همین سوال. بابا ولکام فرمولو، ولکام. ببین رضا، من برای همه سوالای معلولی فرمول میتونم بگم. پی پی ام داد میشه میلیگرم به روی لیتر، اوکی. درصد جرمی داد پی پی ام، خواستیم ضرب در 10 به توان 4 کن تقسیم. بابا اینا رو نمیخواد یاد بگیری. کی داره بهت میگه؟ سالی که من کنکور دادم هیچ کس تو کرج از من نتونست بالاتر شیمی شو بزن. من مطمئنم معلماشم سر جلسه میرفتن نمیتونستن تو زمانه که من تو 20 دقیقه شیمی زدم. کی داره میگه سوم دبیرستان من مدال گرفتم المپیاد؟ خیلی ها یه سال میمونن. پس ول کن، من میگم اینو گوش کن تمام. 2500 مقیسه، 2500 امیرزا، 2500 عارف نیستی، ندارم ات. عارف اعلام حضور کن. خب بریم حل تست، بریم حل تست، بریم حل تست. میگه غلیظت یون کلسیوم تو آب 400 پی پی ام. بیا خیلی شیک و مجلسی میگم 10 به توان 6 تا محلول چقدر تا داره؟ 400 تا حل شونده داره. حالا داره میگه چقدر آب دریا، بیا آب دریا محلول دیگه، چقدر آب دریا 1 کیلو کلسیم داره؟ 1 کیلو میشه 1000 گرم. خب خیلی ساده، 1000 ضرب داره 10 به توان 6 تقسیم بره 400، صف 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 به 2 میشه 2 به 2 5، 5 دوم میشه 2.5، 2.5 ضرب در 10 به توان 6 گفته چند کیلو، یه تقسیم بر 1000 هم باید بشه که میشه 2500 تا. باری کلا کسی که زدن 2500. آقا ببینم بعدی رو کی حل میکنه، بعدی عیار میسنجه کی بلده کی بلد نیست. 90 تجربی مشابهش 89 تجربی مشابهش 94. اینقدر مثل این مدل سوال تو کنکور اومده که من نمیدونم چی بگم. بعدی رو ببینم کی حل میکنه. ممرزا 207. بابا ممرزا عشقی، بقیه بچه هم حل کنن. بقیه بچه هم حل کنن، شاید اشتباه بگه، شاید اشتباه بگه، من برای که جواب و گفت اینو به گفتم ها. بقیه بچه ها بقیه من دارم میبینم. آرمین، علیرضا، امیر مهدی میگه 2500. امیر مهدی 2500 که نداریم تو گزینا. نه این من اشتباه خوندم، ببخش. خب پارسا مقیسه میگه 31 صدم. پارسا، امیر پارسا میگه 31 صدم. ببینه حل کن، ببینم حل کن. بدو 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 حل کن آقا. امیر حسین 207. خیلی ها دارم میگن 207. گوش کنید میخوام یه نکته بگم. صفحه سفید رو بیارید، یه تیت بنویسید، یه تیت بنویس، بنویس تیکه پاره کردنه
تیکه پاره کردن ترکیبات یونی. تیکه تیکه و پاره کردن ترکیبات یونی. آی والا تیکه پاره کردن ترکیبات یونی دیگه چه صیغه‌ای؟ گوش کن. تیکه پاره کردن ترکیبات یونی یعنی این. گوش کن.